سلام علیکم، بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله جناب آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکات. آقای انصاری، محمد هستم. ما دو هفته یه موضوع نشینیم، گفتیم شب یه سلامی عرض کنیم. آقا محمد عزیز هست، بفرمایید. من در رابطه با این کلیپ هایی که صحبت کردید که همه میدن اینا قلوب و سخلاصه اینا اضافه کردن، من در همین رابطه یه حدیثی میخوام بخونم از کافی برای اونایی که به هر حال دنبال اینا هستن. ببینید تو کتاب کافی باب طاعت و تقوا، بله، کتاب ایمان و کفر باب طاعت و تقوا، اونجا به حضور شما عرض کنم که یه روایت شماره 6 این از امام باقر علیه السلام میفرمایند که به هر صورت مردی از انصار به نام سعد از حضرت آقا پرسیدن که غلو کننده کدام است. فرمودن که مردمی که درباره ما گویند آنچه درباره خود نگوییم، اینها از ما نیستند و ما هم از آنها نباشیم. سپس رو کردن به مردم و فرمودن به خدا ما از جانب خدا براتی نداریم و میان ما و خدا قرابتی نیست و بر خدا حجتی نداریم و جز با اطاعت به سوی خدا تقرب نجوییم. ولا تقربوا الی الله الا بالطاعه. پس هر کس از شما که مطیع خدا باشد دوستی ما سودش دهد و هر کس از شما نافرمانی خدا کند دوستی ما سودش ندهد. وای بر شما مبادا فریفته شوید. یه دوباره تکرار فرمودن وای بر شما مبادا فریفته شوید. این کتاب کافیه، من از خودم نگفتم. درست. اینایی که این حرفا رو میزنن غلو میکنن، من نمیدونم چه برنامه‌ای دارن، چه به هر حال غیر از اینکه ضرر بزنن به اصل مذهب و به هر حال مورد سوء استفاده قرار میگیره اینا، و واقعا هم اینا یک کسایی هستن که ضربه های اصلی رو به مذهب تشیع میزنن. اونایی که شمشیر رو از روز بستن مشخصه، برحال فوش میدن، همه کاری میکنن. اینا که در لباس شیعه میان صحبت میکنن، اینا آدم هایی هستن که اسلام رو میکوبن، مذهب تشیع میکوبن، هم اینا هستن. این هم حدیث آقا محمد. من این روایتی که ذکر فرمودید کلن این عقیده ماست، عقیده اهل سنت امین است. منتها اینجا کلمه جالبی من از زبان شما شنیدم در این که ما بر خدا حجتی نداریم. آیا شما به نظر شما ائمه حجت هستن یا نیستن؟ بر خدا حجتی نداریم. این که به صورت یعنی اینکه مثلا ما یعنی اینها حجت های الهی در زمین هستن یا نیستن؟ بله، امام اینا که حجت خدا بر زمین، بنده های خوب خدا، مؤمنین، اینا همه حجت های خدا هستن. خب مشکل آقا محمد، ما ببینید مشکل از همینجا شروع میشه. ما بر خدا حجتی نداریم یعنی چی؟ یعنی که ما چیزی نداریم که مثلا خدا به خاطر ما بیاید شما که گناه کردید شما را بیاموزه. ما شفاعت میکنیم در روز قیامت، این بحث جداگونه ایه. ولی این که شما برید مثلا همه گناه را انجام بدید و بخواید که مثلا خدا به خاطر ما شما را میاموزه، این برنامه ها نیست. این صحبتی که هستش که داره میکنه، این بحث خیلی منطقیه، خیلی هم جالبه. این حدیث های بسیار حدیث عالیه. این حدیث یعنی واقعا این حدیث رو باید با آب طلا نوشت و اونایی که غلو میکنن اینا را بخونن ببینن چیه. قول انما انا بشر مثلكم الا یوحال. اینا چیزایی هستش که هر چیزی که ماورای طبیعت رفت، ماورای بشر رفت، اینا باید شک کنن. نمیدن از اینا چی هستن این صحبت ها. در صورت ما در خدمت هستیم. ولی یه چیزی هم من در رابطه با این کلیپاتون عرض کنم، در رابطه مشرکین که فرمودید آقای انصاری، قرآن از قول مشرکین نقل میکنه که مشرکین وقتی میپرسی ازشون جواب میده، ولی خیلی وقتا هم هست که اینا راست نمیگن، اینا دروغ میگن. شما آیه 3 سوره زمر هم که بیارید اونجا،
اونجا میگن که ما خدا را عبادت نمی کنیم برای الا اینکه چی اینا ما خدا را به سوی خدا به خاطر تقرب به سوی خدا ما نعبدهم الا قربونا الى الله زلفا بتها را عبادت نمی کنیم مگر اینکه اینها واسطه بین ما و خدا هستند ما را به خدا نزدیک می کنند. بله پشت سر همین آیه نگاه کنید بیارید شما آیه سوره زمر رو بیارید نگاه کنید ببینید اونجا میگه که آخر کار میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار یعنی اونایی که در این حرفا رو میزنن اینا از کسایی که خیلی دروغ میگن یعنی واقعا دروغگو هستن اینه که شما نمیشه که مثلا وقتی قرآن نقل قول میشه از یک کافری به اون تکیه کرد اونا اصلا قرآن میفرماد یا رسول الله اینا در نزد تو که میان میگن ایمان آوردیم پشت سر میگن خب نه ایمان نیاوردیم اینا همش دروغه اینا اصلا به خدا اعتقادی ندارن نه خب اینا به خاطر همین اعتقادشون اینا به خاطر همین اعتقادشون به خاطر همین اعتقادشون کافر شدن الله سبحانه و تعالی در آخر آیه که میگه که اینا کافر هستن دروغگو هستن اول اینکه دروغ میبندن به الله سبحانه و تعالی چون الله سبحانه و تعالی در بین خودش و بندگانش واسطه‌ای رو قرار نداده این دروغی است که به الله بستن به خاطر همین شدن کذاب کافر به خاطر چی شدن؟ به خاطر اینکه این بت‌ها رو شریک الله سبحانه و تعالی قرار دادن ما اگر همین آیه رو از اول بخونیم الله سبحانه و تعالی میفرماید که الا لله الدین الخالص چی میگه؟ آگاه باشید که دین خالص فقط از آن الله سبحانه و تعالی است والذین اتخذوا من دونه اولیاء کسانی که من دون الله غیر از الله سبحانه و تعالی اولیایی رو گرفتن اولیا در اینجا به معنی چی است؟ به معنی دوست به معنی انسان‌های صالحی که میگفتن اینا اولیاء الله هستن چون اتم کفار مکه بت‌هایی رو که ساخته بودن در حقیقت این بت‌ها انسان‌های صالحی بودن که به حجاج خدمت می‌کردن مثلا لات میگن برای بت شخص اسم شخصی بود برای حجاج غذا می‌آورد و مناد نمی‌دونم آب می‌آورد و ساقی بودن و اینا بعد از این که در دنیا رفتن تصاویری از اینا رو ساختن کم کم بت اینا رو ساختن کم کم اینا من دون الله پرستش شدن بعد الله سبحانه و تعالی از زبان اینها میگه که وقتی که از اینا پرسیده شد که شما چرا اینها رو میپرستید گفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا ما اینا رو پرستش نمی کنیم در حقیقت اینا ما رو به خدا نزدیک میکنن الله سبحانه و تعالی میفرماید که ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون الله سبحانه و تعالی در روز قیامت که حقایق آشکار میشه در این اختلافاتی که اونها دارن با دیگران بین اونها چیکار میکنه حکم میکنه زیرا که الله سبحانه و تعالی ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار کذبشان در این بود که اینها اومدن به الله سبحانه و تعالی دروغ بستن و کفرشون برای این بود که من دون الله کسان دیگری رو میپرستیدن منتها الان شما فرمودید که بله ائمه حجج الهی هستن حجت های الهی هستن همین حرف شما آقا محمد بزرگوار چون شما خیلی استناد به قرآن و به این مسائل عقلانی میکنید الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 165 میفرماید که رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما میگه پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا بعد از آمدن این پیامبران برای مردم بر خدا حجتی نباشد و خداوند پیروزمند حکیم است سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در نهج البلاغه ای که من دارم نسخه ترجمه آقای محمد دشتی است دقیقاً به همین مطلب اشاره میکنند اینم شناسنامش در خطبه 144 که میگه که بعث الله رسوله بما خصهم به من وحیه و جعلهم حجتا له على خلقه یعنی الله سبحانه و تعالی من ترجمهش از خود نهج البلاغه بخونم خداوند پیامبران را برانگیخت و وحی را به آنان اختصاص داد و پیامبران را حجت خود بر بندگان قرار داد تا استدلالی یا جای عذری برای کسی باقی نماند پس پیامبران انسانها را به زبان راستگویی برای حق فرا خواندند در حقیقت پیامبران حجج الهی هستند نه امامان اهل بیت آنگونه که شما اعتقاد دارید بفرمایید آقای انصاری ما که این آیه که اصلا میگه که ما بر خدا حجتی نداریم اینجا که همین حرف شما را داره میزنه
نه نه من با اون کار ندارم. شما فرمودید علل حجت الله. بله شما فرمودید اینا که اینا داره میگه دیگه. آقا محمد این نگاه کنید، سوال من از شما این بود که آیا به نظر شما امامان حجج الهی هستند؟ شما فرمودید هستند، در حالی که قرآن میگه پیامبران حجج الهی هستند و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در خطبه 144 میفرمایند که رسولان الهی حجج الهی هستند و بعد از اونها حجتی وجود نداره. ما که حرفی نداریم، مولا امیرالمومنین هم که حرفش با این قرآن و اینا تفاوتی نداره. ما نگاه کنید وقتی که خدا میگه که بعد از پیغمبران حجتی نیست، خب اونا حجت بودن ولی امامان هم حجت هستن، امامان هم هدایت کننده هستن. نه هدایت کننده چیز دیگه است. الان ببینید وقتی ما میگیم حجت، ما میگیم پیامبر حجت است. آقا محمد ببینید مشکل از همینجا شروع میشه. وقتی ما میگیم پیامبر حجت الهی است، اگر شما پیامبر رو انکار بکنید کافر میشید، چون یکی از ارکان ایمان برای ما چی است؟ ایمان به الله، ایمان به رسولان الله، ایمان به کتب الله، درست است؟ بله. وقتی که شما به رسولان الله کفر بورزید یا اونا رو انکار بکنید که حجج الهی نیستن، در این صورت شما چی میشید؟ در نزد شیعه و سنی کافر میشید. علاوه بر این شما اعتقاد دارید که امامان هم حجج الهی هستند که از طرف الله سبحانه و تعالی نسب شدن. مشکل همینجا شروع میشه که منی که به حجت بودن این امامان اعتقاد ندارم کافر میشم، همونطوری که در کافی و در بهارالانوار در کتب دیگه اومده که اگه یکی از اونها رو انکار بکنه کافر میشه. خب حالا بر صورت ما نظرمون این هستش که طبق همهایه که تو قرآن هم هست، حالا بس مفصل میشه، یا ای رسول بلغ ما انزل الیک، اینا خود حضرت پیامبر امام امیرالمومنین رو بر مردم حجت قرار دادن. یعنی نه حجت قرار ندادن برادر عزیز. ببینید الان آیت صریح هست، ببینید آیه صریح هست آقا محمد گرامی. ببینید شما بگید حضرت علی رو امام قرار دادن، خلیفه قرار دادن، فلان قرار دادن، من حرفی ندارم با شما، اینا قابل مناقشه است. اما در اینجا میگه که رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل، پیامبران رو فرستاد، بشارت دنده و بیم دنده تا بعد از آمدن این پیامبران برای مردم بر خدا حجتی نباشد. یعنی کسی دیگه نیاد ادعا بکنه که والا من حجت خدا هستم. یعنی در اینجا در آقای همسری این آیه قرآن رو نگاه کنید، آیه قرآن که میگید شما الان درست میفرمایید، قرآن هم درست میگه، میگه ما پیامبران اینو فرستادیم بر شما که دیگه بر خدا حجتی نباشد، یعنی دیگه برای خدا کسی نتونه دلیل بیاره که آقا شما برای ما فرستاده نفرستادی، رسول نفرستادی، نبی نفرستادی. خب به هر حال نبی که میفرسته پشت سرش معاوناش هم هستن، امامان هم که جانشین رسول هم هستن هستن، همه که نمیشه همه رو نام ببره که، مشکلی نداره، این تناقضی نداره، این با هم دیگه برخوردی نداره. این که مثلا شما امیرالمومنینی که پیامبر میفرماد اطاعت از امیرالمومنین اطاعت از من است، همه اینا رو قبول کردم، همه اینا رو قبول کردم. آقا محمد ببین دیگه. ببین چه فرقی میکنه دیگه؟ ببین برادر عزیز، الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. یعنی چی؟ یعنی بعد از رسولان دیگه کسی نیاد بگه که والله ما نیاز داریم به حجج الهی که به ما پیامو برسونن، چون اینا نیومدن نرسوندن پس ما نمیدونستیم، ما معذور هستیم. سیدنا علی رضی الله تعالی عنه در خطبه 144 نهج البلاغه وقتی که در اونجا میفرماین، یک بار دیگه شما لطف بکنید نگاه بکنید اینجا رو، میگه خداوند پیامبران را برانگیخت و وحی را به آنان اختصاص داد و پیامبران را حجت خود بر بندگان قرار داد تا استدلالی یا جای عذری برای کسی باقی نماند. یعنی چی؟ یعنی بعد از پیامبران نیازی به حجت نبوده. اگر نیازی به حجت می بود در اینجا حضرت علی نمی فرمودن که بعد از پیامبران دیگه برای مردم جای استدلال یا عذری باقی نماند. علی کل حال این برداشت ما هست از آیات و روایات. تشکر می کنم از شما آقا محمد گرم. خیلی ممنون، دست شما در نکنم آقا. خدا نگهدارت.